جنگ شدید رسانه‌ای میان غزال عنایت و آریانا سعید. توهین آریانا سعید به غزال، تو لغمانی پشتون غول استی. باید از موسیقی کنار بروی و درد دل غزال عنایت با علاقمندانش در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام مکامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای من. غزال عنایت و آریانا سعید که هر دو از جمله هنرمندان محبوب و مشهور وطن هستند، همیشه سر و صداهایی میانشان بوده و هر دو بر ضد رشد و ترقی و پیشرفت همدیگر دستیده سازی میکند. آریانا سعید در چندین شهر اروپا و امریکا کنسرت های گران قیمت را برگزار میکند و غزال هم آرام ننشسته کنسرت هایی را برگزار کرده در چندین شهر اروپا. چند ساعت پیش غزال عنایت متن به عنوان درد دل یک هنرمند با اسکرین شات ها از کامنت و مسیج های آریانا سعید در صفحه اینستاگرام خود نشر کرد که آریانا سعید برای غزال عنایت چنین گفته است: غزال چونگسی، خود را به من نمیتونی برسانی؟ لغمانی پشتون غول، از موسیقی باید کنار بری. و غزال عنایت چونین گفته است: شما آریانا سعید هستید؟ آیا صفحه شما را کس دیگری در اختیار دارد؟ و در مقابل جواب آریانا این بود: برو لغمانی پشتون غول، دهنت پاره میکنم. و همچنان از آیدی دروغین آریانا سعید به غزال این چونین کامنت داده است: ما گل پای کته، دست پای تا کف بزن. و بعضی الفاظ دیگر که گفتن آن لازم نیست، چون الفاظ غیر اخلاقی استفاده شده است. و غزال در متن این چنین نوشته است: دوستان ارجمند، به عنوان یک هنرمند کوچک شما همیشه در کنار شما بودم، در غم و شادی شما همیشه خود را شریک احساس کردم و فکر میکنم هیچگاه کوتاهی از طرف من در مقابل شما دوستان صورت نگرفته است. امروز با وجود این که خیلی برایم مشکل تمام می شود، می خواهم درد دلم را با شما عزیزان در میان بگذارم. طی چندین سال متواتر است که من با تعداد از هنرمندان زن و مرد در افغانستان توسط خانم آریانا سعید و تیمش که خود را نماینده زنان افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان معرفی کرده و بیشترین کارش ضربه زدن و دسیسه ساختن به همنواهای خودش یعنی زنان افغان و هنرمندان زن افغان است، تحت اذیت، آزار، دسیسه سازی، توهین، تحقیر، کنایه، شخصیت شکنی و شکنجه روحی قرار گرفتیم. اما هیچگاهی نخواستیم به این موضوع اهمیت بدهیم و پیگیری کنیم. اما امروز به اشتباهم پی بردم که چرا هر بار در مقابل دسیسه سازی های این زن و شوهر آسیب سعید و آریانا سعید خاموش نشستم، چون هرچی سکوت اختیار کردم دسیسه سازی ها، اذیت و آزار، توهین و تحقیر بیشتر و بیشتر شد. امروز با پست کردن یک عکس از کلمات جلی یک بار دیگر خانم آریانا سعید می خواهد شما هموطنان ما را تحریک کند و شخصیت من را در نظر شما بد جلوه دهد. چنانچه قبلا آریانا سعید با تیم مافیاییش موفقانه توانسته چندین هنرمند زن را با دسیسه سازی هایش خانه نشین بسازد. گله من از هموطنان این است که چرا ما همیشه با اشخاص زورگو، دسیسه ساز، نیرنگ ساز و فریبکار همدست می شیم و حمایت می کنیم. فقط با یک سوال این متن را خاتمه می دهم: اگر شما در جایگاه من قرار می داشتید و به شکل متواتر تحت شکنجه روی از طرف یک گروه مافیایی با دشنام دادن، با کامنت ها تحقیرآمیز، با پیام های پر از دشنام، با ویدیوهای کنایه‌آمیز قرار می گرفتید، چی کار می کردید؟ خب به هر صورت امید این جنگ و جدال ها میان هنرمندانمان و دیگر شخصیت های شناخته شده یک کشور ما از بین برود، با امید افغانستان آباد و آزاد. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را درباره این جنگ و جدال ها میان آریانا سعید و غزال عنایت و دیگر هنرمندان در کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درودی دیگر، بدرود.